سیلاب مرگبار در ولایت پروان و جلسه سرنوشت ساز سران شمالی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. سیلاب مرگبار در مرکز ولایت پروان، تا کنون کشته شدن 30 تن تایید شده است. در پی بارندگی شدید بامداد روز چهارشنبه پنجم سنبله سال 1399 در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان سیلاب مدهوش جاری شده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث اعلام کرده است که بر اساس آمار ابتدایی در پی جاری شدن سیلاب در شهر چاریکار 30 تن کشته شده و 20 تن دیگر زخمی شدند. مقامات در ولایت پروان از انتقال 25 جسد و 40 زخمی به شفاخانه ها خبر دادند. وحیده شهکار، سخنگوی والی ولایت پروان، بر روزنامه 8 صبح گفته است که میزان خسارات و تلفات سیلاب بسیار بلند است. سیلاب در پی بارندگی شدید ساعت 2 بامداد چهارشنبه جاری شده است و برای 2 ساعت ادامه یافته است. با گفته او، تا کنون 25 جسد و 40 زخمی به شفاخانه ملکی ولایت پروان آورده شدند. خانم شهکار افزود که زنان و کودکان نیز در میان قربانیان شاملند. سخنگوی والی ولایت پروان می گوید که آمار و ارقام قربانیان در حال افزایش است. با گفته او، صدها خانه مسکونی نیز در شهر چاریکار در پی جاری شدن سیلاب تخریب شده است. با این حال، غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث به شهر چاریکار رفته است. او به مقامات مسئول در ولایت پروان هدایت داده است که عملیات جستجو و نجات را سرعت ببخشند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث گفته است که در پی جاری شدن سیلاب دست کم 300 خانه تخریب شده است. ابعاد تخریبات سیلاب در مرکز ولایت پروان بر اساس تصاویری که منتشر شده بسیار گسترده می باشد. در همین حال، امرالله صالح در صفحه رسمی فیسبوک خود در این ارتباط می نویسد: مردم شریف و گرامی ولایت پروان، از اینکه حجم خسارات ناشی از سیلاب دیشب زیاد است و کمیته اضطرار در سطح ولایت توان رسیدگی به آن را ندارد، به تمام ادارات زیربط دولتی در کابل هدایت داده شد تا در هماهنگی با وزیر محترم دولت در امور اضطرار جیلانی صاحب به کمک شما بشتابند. مطمئن باشید که از تمام داشته های مادی و تکنیکی که دولت در اختیار دارد به خاطر کمک رسانی به شما و رسیدگی به آسیب دیدگان دریغ نخواهد شد. یک بار دیگر ابراز تسلیت و همدردی می نمایم. دکتر قاسم سنگین، رئیس شفاخانه ملکی ولایت پروان، میگوید که تا کنون 17 تن در نتیجه سیلاب های شب گذشته در این ولایت جان باختند و بیش از 40 تن دیگر زخم برداشتند. مقام ها میگویند که ده ها خانه و موتر در نتیجه این سیلاب ها در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان تخریب شدند. در همین حال، در آخرین گزارش از وحید شهکار، سخنگوی والی پروان، بر روزنامه 8 صبح، قربانیان سیلاب در شهر چاریکار به 38 کشته و 77 زخمی افزایش یافته است. در پی بارندگی شدید در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان ساعت 2 بامداد امروز سیلاب مدهوش جاری شده است. سیلاب ها افزون بر تلفات جانی، خسارات هنگفته را نیز وارد کرده است. در عین حال گفته می شود بزرگان شمالی امشب درباره پاکسازی گروه طالبان از روستاهای شمالی و تأمین امنیت شاهراه ها دیدار و گفتگو کردند. این در حال است که شمالی در این اواخر به شدت ناامن شده است. در همین حال یک منبع می گوید که جنرال عباس توکلی، معاون قول اردوی 209 شاهین، با 2 تن دیگر از نیروهای امنیتی شب گذشته در درگیری با گروه طالبان در ولایت فاریاب زخم برداشته است.
با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید، منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.